درود بر فرهنگ دوستان عزیز، اعضای محترم انجمن فرهنگ آزاد. به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. قبل از هر چیز سال نو 2020 رو به همگی شما تبریک عرض می‌کنم با آرزوی تندرستی، شادی و صلح جهانی. امیدوارم. خب همونطور که همیشه گفته شد، ما امسال در 11 سال انجمن هستیم. تا هم‌اکنون 130 نشست داشتیم، سخنرانی در موضوعهای مختلف هنری، فرهنگی، ادبی و علمی، و 544 سمینار زبان فارسی که هر هفته جمعه ها در اینجا برگزار میشه برای بزرگسالان، و کلاس فارسی هر روز هست، دایر هست. خب امروز مصادف شده با جشن سده، 10 بهمن، جشن سده، جشن با شکوه زمستانی ما ایرانیان، یکی از بزرگترین جشن‌های باستانی ما هست. و همونطور که می‌دانید در تمام جشن‌های باستانی ما همیشه شادی و پایکوبی و رقص و آواز بوده، یعنی همیشه جشن‌های ما با شادی و پیوند با طبیعت بوده و جشن سده جشن زمستانی ما هست، 10 بهمن که معمولاً با برافروختن آتش این جشن رو شروع می‌کنیم. در زمان‌های قدیم یا اکنون هم همینطوره، کشاورزان و افرادی که این جشن رو دوست دارن هیزم جمع می‌کردن، هیزم می‌سوزاندن، و یک جشن همکاری و همبستگی بوده، همبستگی مردم بوده. یک فرضیه دیگه‌ای هست که میگویند کشف آتش توسط هوشنگ شاه پیشدادی، پادشاه اسطوره‌ای ایران. جشن سده همونطور که گفتیم در 10 بهمن، روز جشن سده یا روز آبان روز در ماه بهمن، با افروختن هیزمی که مردمان از پگاه بر بام خانه های خود یا بر بلندی کوهستان گرد آوردند و این جشن رو آغاز میکردند. در اشارات تاریخی این جشن همیشه به شکل دست جمعی با گرد همایی همه مردمان شهر و محله و روستا برپا میشده و با آتش بزرگ برگزار میشده. مردمان در گرد آوردن هیزم با یکدیگر مشارکت می‌کنند و بدین ترتیب جشن سده جشن همکاری، همبستگی مردمان است. با گرد آمدن در یک نقطه از شهر یا روستا در کنار هم آتشی بسیار بزرگ می‌افروزند و به نیایش خانی و سرود خانی و پایکوبی و شادی می‌پردازند. نظریات زیادی موجود است. یکی از این نظریات این است که سده معروف است بر 100 روز زمستان از ابتدای زمستان، یعنی اگر اول آبان رو حساب بکنیم تا 10 بهمن که جشن سده است 100 روز، و از 10 بهمن تا نوروز اول بهار 50 روز و 50 شب بوده است. به علت اینکه از این روز به بعد انسان به آتش دست پیدا کرده است، شب هم مانند روز روشن و گرم و زنده است، شبها هم شمرده می شود. یکی دیگر از دلایل گرامی داشت این شب این است که ایرانیان 2 ماه میانی زمستان را، همان دی و بهمن را، بسیار سخت و هنگام نیرومند گشتن اهریمن می دانستند و برای پایان یافتن این 2 ماه نیایش های ویژه‌ای برگزار میکردن. خب حالا این شب، این جشن سده رو اگر بگیریم از شب چله بزرگ،
که چله بزرگ نامیده میشد، در آن مهر برای مبارزه با اهریمن دوباره زاده شده بود تا شب دهم بهمن ماه که جشن سده و چله کوچک نامیده میشود. برابر 40 روز است، یعنی از امروز تا آخر اسفند 40 روزه، به سبب اینکه آتش مظهر گرما و نور زندگی است. و اینطور بوده که این آیین باعث روشنایی شب مانند روز شد. از شب چله کوچک تا اول اسفند، یعنی از امروز تا اول تا اسفند جمعاً 20 روز و 20 شب است. خب این یک خلاصه کوتاهی بود از جشن سده. امروز در نشست ما مطابق معمول ما قبل از سخنرانی معرفی یک هنرمند و نویسنده، نقاش، عکاس رو داریم. امروز با افتخار در نشست امروز انجمن فرهنگ آزاد از آقای کیا ری دعوت شده که ایشون هنرمند هنرهای تجسمی هستن، عکاس هستن، نوازنده موسیقی جاز و بلوز و موسیقی ایرانی سه‌تار می‌نوازند. او موسیقی ایرانی را با استاد لطفی کار کرده است. ایشان به شعر نیز علاقه و مهارت زیاد دارند. در سن 14 سالگی اولین عکس هنری خود را ارائه دادند. بعد از دیپلم در دانشگاه هنرهای زیبای ایران شروع به تحصیل بودند که به علت انقلاب دانشگاه‌ها به مدت 3 سال بسته شدند و او به ناچار به فرانسه آمد. در پاریس لیسانس هنرهای تجسمی و تصاویر عکاسی و همچنین فوق لیسانس هنرهای معاصر را اخذ کردند. ایشان با عکاس معروف رضا کار کردند، در نشنال جیوگرافیک کار کردند، خودشون حالا شرح میدن و امشب برای ما سه‌تار هم مینوازن. ما البته دوست دیگری داریم به نام آقای سهیل نامدار که دیرتر تشریف میارن که در قسمت دوم ایشون سازی برای ما خواهند زد. ستار. دکتر سیروس آموزگار. خب آقای دکتر سیروس آموزگار رو همگی ما میشناسیم، چهره بسیار محبوب ما هستند، همگی به ایشان مهر میبرزیم و گل سرسبد هستند. با طبع شوخی که دارند همیشه واقعا به مجلس رونق خاصی میدن. خب ایشون متولد سال ۱۳۱۳ ساکن پاریس فرانسه هستند. سوابق تحصیلی ایشون طی دوران تحصیلات ابتدایی تا متوسطه در شهر خوی استان آذربایجان غربی در اونجا بودن، اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد و حقوق از انگلستان. سوابق شغلی نویسندگی، روزنامه نگاری و وزارت اطلاعات و جهانگردی در کابینه دکتر شاهپور بختیار از 17 دی تا 22 بهمن 1357. سوابق فرهنگی و سیاسی ایشون حضور فعال در جنبش سیاسی ایرانیان، انتشار مقالات اقتصادی، سیاسی و ادبی در نشریات و رسانه‌های صوت تصویری، خالق 26 داستان بلند، 2 اپرا، 6 نمایشنامه و نزدیک به 100 داستان کوتاه و نویسنده دائمی نمایشنامه‌های رادیویی. خب آقای سیروس آموزگار
پس از انجام تحصیلات مقدماتی و متوسطه به دانشکده حقوق رفتم، همونطور که گفتم لیسانس گرفتم، بعد از چند سال وارد دوره دکترا شدم. آقای دکتر سیروس آموزگار یگان وزیر اطلاعات و جهانگردی بودند. بعد از چند سال وارد دوره دکترا شدند، در رشته اقتصاد فارغ التحصیل شدند و حقوق، مدتی در وزارت آموزش و پرورش و مدتی در وزارت بازرگانی و زمانی در بانک اعتبارات ایران اشتغال به کار داشت. ولی حرفه اصلی او نویسندگی بود و داستان نویسی ذوق و ابتکار داشت در داستان نویسی. 26 داستان بلند و اپرا که اینا رو گفتیم و نمایش نامه و صدها داستان های کوتاه دارن، بسیار شیرین است. از 1000 نمایش نامه رادیویی از جمله آثار وی است. همچنین آثار زیادی از او در نشریات مختلف تهران از جمله مجله خواندنی ها و مجله تلاش انتشار یافته است. آموزگار، آقای دکتر سیروس آموزگار، از دوران جوانی ملیگرا بود و حاضر به همکاری جدی با رژیم نبود. بعدها به دعوت آقای داریوش همایون سردبیری روزنامه آیندگان را پذیرفت. وی در دی ماه 1357 در کابینه شاپور بختیار وزیر اطلاعات و جهانگردی گردید. ما از آقای سیروس آموزگار بسیار سپاسگزاریم که دعوت انجمن فرهنگ آزاد رو پذیرفتن و با کمال میل به سخنان ایشون گوش میدیم. البته اول آقای ری، کیا ری هستند، ایشون رو تشویق بفرمایید. ستار هم می نوازن و اول مثل این که راجب کوتاهی، بله، راجب عکس ها و شعر. بله، من فقط یه رکتیفیه بکنم در مورد بیوگرافی. من برای ناسیونال جیوگرافی کار نکردم، من با اسیستان رضا بودم که ایشون برای ناسیونال جیوگرافی کار میکرد. بله، کار من در ناقابل من عکاسی و موسیقی بیشتر، و امشب به دعوت خانم ازرچی انتقاسیون کوچیکی دارم. اونطور که میبینیم من دو تا عکس آوردم، چون منم اِوولوشن سیاسی منم اینطوری بوده که بعد از این دوره پرشور جوانی و اشتباهات گذشته به زعم خودم، چون معتقدم نقد در ما خیلی کمه، من هیچ مشکلی ندارم راجع به گذشته خودم روشن صحبت کنم، من طرفدار جناب بختیار هستم. یعنی خط سیاسی من خیلی روشنه و طرفدار جناب بختیارم، و همینطور که می‌بینید تو عکس‌های من هم طرفدار آزادی خانم نسیم سوزده هستم که 40 سال زندان گرفتم متاسفانه، مادر دو تا بچه، و به معنی حقوقدان فوق العاده قوی دارن تو ایران مسئله حقوق بشر رو پیش می‌برم. هم پشتیبان جناب رضا پهلوی هستم که به عنوان آدم دموکرات امروز خودش رو در صحنه سیاسی ایران معرفی می‌کنه، و موافق یک کنسانسوسی هستم بین تمام نیروهای دموکرات و لایک ایران که انشاءالله امیدوارم ایران رو به طرفی ببرن که در آینده صاحب یک دولت آزادی بشیم که همه افکار آزادن، همه روش‌ها چند تا راست آزادن، و یک سیستم دموکراتیکی ما مثل فرانسه، مثل سوئد، مثل همه جا داشته باشیم. در مورد ستار من 5-6 دقیقه بیشتر نمیزنم، که من آماتورم تو موسیقی، هیچ ادعایی تو موسیقی ندارم، ولی چون امشب جشن صده است و خوبه یه ذره موسیقی هم باشه براتون، در دستگاه راست پنجگاه من قطعه میزنم. من این شانس رو داشتم با استاد لطفی کار کنم که یکی بزرگترین نوازنده ها و مدرسین موسیقی سنتی ما هستن، آلمانی ما، و چون در پاریس میومدن کلاس داشتن و ازشون خیلی استفاده بردم. راست پنجگاه
میدونی همطور که میدونین یه دایره است موسیقی آلمان ایرانی، مثل موسیقی آلمان هند. هر دستگاهی معنی روحی و عرفانی هم داره. راست مجرم معنی حیرت و نوزاییه و موقعش هم موقع غروبه، غروب آفتاب. شاید بهتر باشه که چون به شعرم علاقه مندم، من یکی دو تا شعر در رابطه با همین موضوعی که امروز داریم صحبت میکنیم شاید بهش بخوره براتون میخونم در مورد باورهای خودم. اسم این هست در سایه های باور گمه. یکی از شعرهای قدیمی منه که از همون موقع خروجم از ایران در سال 85 نوشتم، خیلی قدیمیه، در ترکیه. این شما ترکیه خارج شد. در سایه های باور کهنه. در سایه های باور کهنه خون نیست که در رگ‌های تو می‌دود، شوری تلخی است که نفس‌های تو را با هوای باغچه کوچک دلت بیگانه می‌دارد و کام تو را بستری می‌سازد در نازایی. در سایه های باور کهنه شک نخواهی کرد و تردید را نخواهی شناخت و نخواهی آموخت شیوه زیستن را و نخواهی لمس کرد تن گرم هم‌آغوشی را. در میان سایه، در سایه های باور کهنه تو تاراج می‌شوی و نمی‌دانی چرا می‌خندی وقتی شادی یک کودک را هم در تو دیدم. در سایه های باور کهنه تو شکفتگی را تنها در تصویری خواهی یافت که پشت شیشه بسته در میان گلهای کاغذی پرپر می شود. در سایه های باور کهنه تو در سراب جهل و مراد تعصب، مرداب تعصب، تو در تیرگی های وحشت راه را بر گل و شمع و پروانه خواهی بست. این شعر به شکل آزاد سروده شده بود ولی من به غزلیات و به شعر کهنم خیلی علاقمندم. جالبه بدونین در یکی از اولین کلاسایی که با استاد لطفی داشتم در سوئیس برای چندین سال، من ساز خودم بلند کردم، صبح رفتم پیش ایشون. ایشون چون می‌دونست من به شعر علاقمندم، به جای که من ساز یاد بده یه شعر از کیفش در اومد برای من شعر. این اهمیت اینه میرسونه که در فرهنگ ما شعر موسیقی واقعا یه تنه، چیز جوری از هم نیست. و همین موضوع یک شعر غزلواره براتون میخونم که راجع به اوضاع سیاسی و ممنوعیتایی که الان روی موسیقی ایرانی تو ایرانه و اینکه برای منی که نوازنده کوچیک هستم این خیلی برای من تأسف آور. تو قرن 21 تصویر این ساز تو تلویزیون رسمی ما ممنوعه. این یه چیز خیلی مسئله‌ای شده که مثلا تو هند، دولت هند به رابی شانکار پول میده که بره تو دنیا سیتار رو معرفی کنه. صد نوا و شور عشق را می نوازد ساز من، صد نشان و نور مهر را می فروزد چنگ من. این به جشن صدم بکنه. من خوشم در مستی و شور و هوای این نوا، از چه ترسم گزنن صد تیر، صد تیر و تن بر جان من. نغمه های عشق را آغاز هست و انجام نیست. این از سعدی. گو که صد زاهد نفرین کنن این راه من. مرد و زن پیر و جوان شب تا به روز می سرایند، خوش روند با رود من. زاهد از بیم اندیشه جان و خرد، من کرده ساز را در شهر من. چشم و گوش باز کن هر گوشه ایران ببین، عاشقان ساز در دست میزنند فریاد من. قلب ما با مهر ایران میتپد. قلب ما با مهر ایران میتپد.
من این سیراد از غزل میدونی، غزل یه حالتی داره که شعر عاشقانه است. شما تو مثنوی این حالت رو نداری. غزل عشق، یه عشقیه که در رو بکر داده میتونه شما رو به عشق در بیاره، میتونه شما رو به شادی بداره. برای همینم باز یه بار در خدمت استاد لطفی که بودم به من گفت جناب کیا شما دیگه غزل نخون. چون یکی از رسمای ما بود که در پایان کلاس ها شعر میخوندیم و اینا، ایشون من گفت شما مثنوی بخون. گفتم چرا استاد؟ گفت چون مثنوی ریتم آرومی داره، شما رو آروم میکنه. و این حقیقتیه، یعنی شما خودتون هم تو خلوت خودتون میتونید اینو تجربه کنید. برشتاد من چون یادم مهاجرم 39 سال ایران نرفتم، این بعضی از جملات منو تکون میده. ببخشید ببخشید. قلب ما با مهر ایران میتبد، شمع باستان شرافت روشن است در جان من. میشود آزاد این وطن سی مار خوش بخان، رستم و تشمینه بار بد زنده هم در سازم. خب فکر کنم کافیه، بقیهش انشاءالله توی فرصته دیگه.
من خیلی ممنونم از آقای کیارکسی که با توجه به سوژه خشکی که من انتخاب کردم برای حرف زدن یک فضای لطیف آفریده. با توجه به اسم کیا من فکر میکنم که ایشون ریشه مازندرانی داشته باشن. نه کیا اسم هنری منه، اسم اصلی منه، ولی کیاره یک اسم در واقع تلفیقیه که همونطور که خودتون داشته به اشاره کردیم خیلی قدیمیه، از اسمای قدیمی ایرانیه و نمیدونم از مازندران میاد، از کجا میاد، شاید ریشه شو من نمیدونم، ولی کیا یعنی پادشاه با لهجه مازندران. در حال همینقدر که اسمتون کیا هست برای ما کافی هست. تنها کسی که راضی نیست این آقای حمید جاودان که من هرگز ندیدم جایی راضی باشه. خدمتتون از شبت که من به توصیه آقای شاهید قصد داشتم که امشب راجع به عشق صحبت کنم. عشق در ادیان ابراهیمی. اولیش کوکو، بعد خراب شد. وقتی که من پیشنهاد کردم به خانم امزدی چی که میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم گفتن آقا انجمن من یا انجمن محترمی است از این حرف هم بذاریم صحبت کردن از عشق کجاش منافات داره با عفت و عصمت ذاتی همه ما ایرونی ها. گفت که به هر حال نمیشه، برای اینکه به هر حال عشق یه مسئله است که همه ازش خبر دارن چه بخوان و چه نخوان. گفتم خانم اشتباه میکنید، شما یک آقایی رو از ایالت ما پیدا کردید که شما رو خیلی دوست داره، خیال میکنید که همه هم از شما نیزن. نه خیلی اینطوری نیست. نمونهش این خانم آقای اخباری هری همیشه شما شکایت میکنید که من هر وقت به جلال شوهرش میگم که من با نگاه عاشقانه به تو نگاه میکنم میگه دلت بخواد سنتور بزنم. یا این عیال خود من رفته تلفن کرده با آقای شاهید که به چه مناسبت من با عنوان زن خانواده بایستمش قضا بپزم. چقدر جواب آقای شاهید لطیف به قشنگ گفتن که به موجب ماده 12 قرارداد ژنو تغذیه اسیر به عهده اسیر کننده. از اینجور مثال ها زیاد هست و نشون میدهد که ما هرچی هم راجع به عشق صحبت کنیم باز کم صحبت کردیم. عشق تنها چیزیست که همه در زندگیشون لااقل یک بار میچشن. به همین دلیل با نظر خانم انزلیچی ما تصمیم گرفتیم من راجع به این موضوع صحبت کنم که رژیم گذشته چه اشتباهاتی کرد و رژیمی که انشاءالله به زودی در ایران به وجود خواهد اومد و احتمالاً رئیس جمهور انتخابی هم آقای دکتر لاجوردیه. حالا شوخی گذاشتن بنده باید از اونها احتراز بکنم، چون سوژه یک کمی خشکه. من دلم میخواد که قبل از اینکه حرفم رو شروع بکنم و صحبتم رو شروع کنم به چند نکته اشاره بکنم.
اولی که من بارها نوشتم، بارها گفتم، بارها به در مصاحبه ها جواب دادم که من یک سلطنت طلب مشروطه هستم. بنابراین اگر که ایرادی میگیرم از رژیم گذشته منباب دلسوزیست، نه ایراد جمعی. نمیدونم که آیا برای تعیین رژیم گذشته رفراندومی خواهد شد یا نه، ولی من شخصا اگر چنین رفراندومی بشه قطعا به مشروطه سلطنتی رأی خواهم داد، با این تفسیره که نتیجه رفراندوم هرچه بود خواهم پذیرفت. نکته دوم که میخوام بهتون بگم، با توجه به سوژه صحبت خودم که اشتباهات رژیم گذشته است، میخوام بگم که ممکن نیست شما دیکته‌ای بنویسید توش غلط نباشه. فرانسوی‌ها یک ضرب المثل زیبا دارن و میگن که ایرور اتومن، اشتباه یک چیز انسانی است. اگر انسان باشید که طبیعتاً یه مقدار از غریزه خودتون جدا شده اید، قطعاً اشتباه خواهید کرد. اگر به تاریخ نگاه کنیم درسته، دوگل اشتباه کرد که سرنوشت سیاسی خودش رو در گروه یک رفراندوم گذاشت که هیچ اهمیتی هم نداشت. آیزنهاور اشتباه کرد که وقتی فرمانده نیروهای متفقین بود با راننده خودش ارتباطات عشقی برقرار کرد. چرچیل اشتباه کرد اگر که به جای فرانسه جبهه دوم رو از یونان آغاز می‌کرد، بدون تردید نیمی از کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی اروپا دست کمونیسم نمی افتاد تا بعدن چقدر ناراحت شد. حتی آدم های خیلی ساده هم همینطورن. شما هم که نگاه کنید ملاحظه می کنید که در زندگی خودتون اشتباه کردید. بنابراین اشتباه چیز عیب خاصی نیست. به نظر من حتی خدا هم در کاراش اشتباه کرده، وگرنه عوض اینکه خانم انزلچیر انقدر خوشگل آفرینن، خوشگلیشون رو تقسیم میکرد بین 40 تا دونه خواهران زینب که اقلا بشه به قیافه این رو نگاه کرد. پس بنابراین حتی خداوند هم از اشتباه دور نیست. سومین نکته که من میخواستم که اشاره بکنم این است که اشتباهاتی که در رژیم گذشته شده است باعث و بانی سقوطش نبود. کشورهایی با اشتباهات بسیار بسیار بزرگتر از این ادامه دادن به زندگیشون. من یک شانس بسیار بسیار استثنایی داشتم که در یکی از تونترین و مهمترین دوران سیاست ایران که منجر شد به ورق خوردن تاریخیش، قزاقرتکی، من هم سمتی داشتم و به دلیل سمت خودم کم و بیش اطلاع داشتم. اگر که حوصله بکنم یک بار درباره علل واقعی سقوط رژیم گذشته صحبت میکنم. خانم تجربهش با عصبانیت سرشون تکون داد، نخیر، اون سخنرانی رو تو باشگاه شما خواهد. حسادت، حسادت، رقابت. این اتفاقات و این
پایگذاری ها به این دلیل بود که من برگردم به مطالب اصلی خودم. طبیعی هستش که حتی در بین سیاستمداران و حتی بزرگترین مدیرانی که در ایران اداره کردن جامعه را این اشتباه رخ داده. مثلا آقای سهیلی، یکی از بزرگترین مردان سیاسی ایران، نامه‌ای را که اسمت انینو و سفیر اون زمان ایران در ترکیه آقای اسکرپولی برای رضا شاه نوشته بود و بهش تذکر داده بود که کشورهای متفقین به دلیل جنگ تصمیم گرفتن که حمله کنن به ایران به خاطر مهندسین آلمانی که در ایران زندگی میکنن و توصیه کرده بود که شما بهتر از قبل از اینکه به شما حمله بکنن اینها رو اخراج بکنید. آقای سهیلی، من در وطن پرستیش تردید ندارم، زیر این نامه نوشته است که با وجود پادشاهی مثل رضا شاه کسی جرأت حمله به ایران را نخواهد کرد. و بعد این نامه بایگانی شده است، چون آقای اسفحبودی نسبتی هم با آقای فریدون هویدا داشت، رفت دنبال این نامه و این نامه رو پیدا کرد. شما ملاحظه کنید که اگر این اشتباه غیر عمد و ناشی از وطن پرستی آدمی مثل سهیلی اگر انجام نمی شد، ما سقوط 1320 رو نمی کشید. و بدون هیچ تردید وقتی که دو نسل از یک تفکر و یک جامعه گذشت، این تفکر نهادینه میشه و ما بدون هیچ تردیدی برای همیشه روحانیت رو از مسند تصمیم گیری در ایران حذف میکردیم. ملاحظه کنید که یک اشتباه کوچیک چه اتفاقاتی رو میتونه به وجود بیاره. ولی خب به هر حال من عرض کردم که در مورد ایران این اشتباهات نبود که منجر به تغییر رژیم شد. دلایل دیگری داشت که انشالله در یک فرصتی در بارش صحبت میکنم. به نظر من پنج اشتباه مهم در رژیم گذشته اتفاق افتاده است. اولینش محاکمه مصدقه. بعد از اینکه مصدق برکنار شد یا به قول معروف کودتایی شد علیهش، که من معتقد به کودتا نیستم، عمل درست نیست از نظر قانونی، حالا اگر از نظر اخلاقی درست نیست اون یه حرف دیگه است. جامعه عادت کرده بود به این سقوط، به این تغییر حکومت، با وجود اینکه توأم بود با یک نمایش بسیار مهم و عمده‌ای به نام 25 مرداد و 28 مرداد، معذالک جامعه پذیرفته بود ماجرا را. به خصوص که این حادثه و سقوط آقای مصدق بعد از یک قدرت نمایی خیلی بزرگ حزب توده انجام شد. من اون موقع عضو حزب توده بودم و از این بابت پشیمون نیستم، ولی به نظرم کار غلطی بود. اون روز، روز 30 تیر، یعنی 28 یا 25 روز قبل از حادثه 25 مرداد ماه، حزب توده یک میتینگ داده بود برای بزرگداشت روز 30 تیر. محل میتینگ در میدان بهارستان بود. من جلوی تا
تئاتر عکاسخونه ساکو ایستاده بودن، یعنی انقدر جمعیت. تصورشو بفرمایید که از بهارستان تا ساکو، یعنی اوایل نادری، و همینطور تا سرچشمه، همینطور تا میدان فردوسی، همینطور مخبردولی، چقدر آدم بود. این آدم ها روز 28 مرداد کجا رفتن؟ نشوندهنده این استش که در وجدان کلی جامعه یه تمایلی برای تغییر وجود داشت. بنابراین این تغییر اتفاق افتاده بود، خوب یا بد مردم پذیرفته بودن. یواش یواش حادثه 28 مرداد هم داشت از یادها می‌رفت. در این موقعیت عجیب، در یک رژیم هنوز جان افتاده با یک سابقه بسیار بسیار عظیم سیاسی، فکرشو بکنید که ناگهان رژیم به فکر افتاد که مصدق رو محاکمه کنه. اگر این اتفاق نمی افتاد، اگر محاکمه نمی شد، آقای مصدق مثل تمام نخست وزیران پیشین در جامعه میموند، احترامش رو حفظ می کرد، در موارد مختلف میتونست نظر بده، کاری هم باهاش نداشت و مردم هم یواش یواش حادثه رو فراموش میکردن، همونطور که در 28 مرداد یادشون رفت که در 33 چقدر جمعیت در بهارستان ایستاده بود. این اشتباه شد و از همه مهمتر به آقای مصدق در مقابل یک آدمی که خیلی مسلط به امور اجتماعی و سیاسی نبود، یک تریبون پیدا کرد برای دفاع از خودش. حالا نتیجه محاکمه هر چیز بود مهم نیست، ولی این حادثه متاسفانه ملت ایران رو دو قطبی کرد و این دو قطبی شدن آنچنان عمیق و ریشه داره که هنوز هم عواقبش وجود داره. هنوز هم آدم ها یا 28 مرداد رو کودتا میدونن یا قیام نداره، شبه ثالثی هم نداره. اینجا بایستی من یک نکته خاصی رو بگم. من طبیعتاً خب به عنوان دوست نزدیک آقای بختیار، با وجود اینکه عضو جبهه ملی نبودم، طبیعتاً علاقمند هستم به جبهه ملی، علاقمند هستم به مصدق، در حد علاقه، و من معتقدم که خیلی اشتباه کرد از جبهه ملی بارها. کسی که قهرمان مقابل آقای مصدق هست در ماجرا، آقای سپهبد ظاهری است. ریشه و اساس دوشق شدن سیاسی ملت ایران به دلیل دیلمیست که در همین ماجرا وجود داره. در سال 1330 وقتی که بعد از 10 سال حضور مصدق در عملیات در اپوزیسیون، ایشون وقتی نخست وزیر شد، خب تمام افکار عمومی و علاقمند بودن به اینکه ببینن که آقای مصدق به عنوان یک قهرمان بزرگ سیاسی میخواد چه کسانی را به عنوان همکاران خودش انتخاب کنه. و طبیعتاً مصدق هم تمام تلاش خودش را میکرد که از خوشنام‌ترین آدم‌های موجود در سیاست ایران به عنوان یار و همکار خودش انتخاب کنه. در یک چین انتخاب دشواری که یک اقدام و یک تصمیم میتونه که در مقابل خواست عام ملت قرار بگیره، آقای مصدق کابینه رو تشکیل میدهد که وزیر کشور، یعنی مهمترین آدم، آقای زاهدی است. پس بنابراین تا سال 1330
از نظر مصدق و از نظر دیگران آقای زاهدی یک آدم موجه است. در اون موقع همونطور که عرض کردم من عضو حزب توده بودم و در 23 تیر ماه همون سالی که مصدق به نخست وزیری انتخاب شد و یک هیئت دولتی تشکیل داد، آقای زاهدی هم عضو اونجا بود و مهمترین پست وزارت کشور رو در اختیار داشت، قرار شد که آقای حریمن بیاد به ایران ملاقات کنه به عنوان اولین اقدام در مقابل نفت ملی شدن و از این حرفا. خب یادتون باشه که در سال 1130 اوج جنگ غرب و شرق بود و که معروف است به جنگ سرد، و طبیعتاً به همون اندازه که حریمن به عنوان نماینده آمریکا آمده بود که ایران، که در ایران اثر بگذارد روی حادثه نفت، رقیبش روسیه شوروی هم همین کار رو میتونست بکنه. کاری که کرد چی بود؟ کاری یک بارت از این بود که حزب توده رو برانگیخت تحریک کرد تا بریزه به خیابون و تظاهرات انجام بده. این تظاهرات انجام شد، من خودم هم در اون تظاهرات حضور داشتم و شهادت میدم که در اون حادثه حزب توده به عمد ماها، به خصوص ما جوانها رو که یه شوری هم داشتیم، میروند به طرف پلیس ها، میروند که ما برخورد داشته باشیم. خب منجر شد به کشته شدن عده‌ای که میشه گفتش که مهمترین کشتار بود بعد از سال 1120، یا حتی میشه گفتش که از سال 1300. در مقابل این حادثه اون موقع آقای سرلشکر بقایی رئیس شهربانی بود، آقای مصدق بقایی رئیس شهربانی رو از کار بیکار کرد، یعنی کنارش گذاشت. آقای زاهدی وزیر کشور به عنوان رئیس آقای بقایی با این موضوع مخالفت کرد. مخالفتش هم به نظر من درست بود، به دلیل اینکه ما در حال صحبت کردن با یک قدرت بزرگی به نام آمریکا بودیم و در موقعی که نماینده آمریکا در ایران هست، یک چنان اتفاقی میافتد که با برکنار کردن رئیس شهربانی نشون دهنده این است که تقصیرکار در این ماجرا دولت بوده است. چقدر میتوند دولت آمریکا یک چند دولتی که رئیس شهربانیش بانیست و لیاقت اداره مملکت رو ندارد میتونه مذاکره کنه؟ در حالی که من مجدداً تکرار میکنم، من شاهدم که ما عمدن میرفتیم جلو برای اینکه به ما گله بزنن، تشویق میکردن. عمده بابا یه شاهد زده این موضوع رو این. ولی آقای دکتر مصدق در اون موقع او هم استدلال خودش رو داشت و از اون مهمتر اون که مسائل اجتماعی هیچ وقت یک جواب صحیح و یک جواب غلط نداره، ممکن است یک حادثه چندین جواب درست داشته باشه. آقای مصدق فکر میکرد که در این موقعیت بایستی تقصیر رو انداخت به یک گردن یک نفری تا اینکه تصور نشود که بی‌لیاقتی به وجود اومده است. خب منجر شد به اینکه آقای زاهدی استعفا داد. برام خیلی کار جالبی بود، رفتش که با یک کمپانی، با نمایندگی یک کمپانی اتومبیل رو در ایران به عهده گرفت و مشغول کار شد. به نظر من در تاریخ معاصر به زاهدی خیلی ظالم شده.
نمیشه که یک آدمی مثل زاهدی که در فروشکستن جنگل تو شورش جنگل نقش اساسی داشته و از بین برده، در از بین بردن خزرعد همینطور، در از بین بردن سمیتگو همینطور، در طول تال هم همیشه کار درستی انجام داده و بگیم که ناگهان در سال 1303 ایشون خائن شده است. به هر حال این رو هم اضافه کنم که به اعتراف آقای ابراهیم خواجه‌نوشی که من خیلی بهشون ارادت داشتم اون موقع که زنده بودن و خیلی سراغ می‌رفتم بهشون، پیشنهاد کننده آقای زاهدی به عنوان رهبری کودتا یا حادثه یا قیام یا هر جلال که به این صحبت نمی کنی آقای خواجه نوری یا وگرنه آقای زاهدی اصلا علاقه ایم به این کار نداشت. اون چی که من گفتم در دفاع از آقای زاهدی نیست، چون دلیلی نداره. الان همه اینا مردن، تمام شده، هم زاهدی مرده، هم مصدق مرده، هم شاه مرده، همه اینا تموم شدن. ولی از نظر قضاوت تاریخی میشه یک برداشت درستری رو برداشت برای اینکه ما بهتر بتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا به هر حال به هر دلیلی این اتفاق افتاد، خوب یا بد، به قول امیر طاهری دوران محمد رضا شاه 22 تا نخست وزیر داشت که همش هم به دست شاه یا برکنار شده بودن یا کنارش یا انتخاب شده بودن، و به هر حال خود مصدق هم دو بار انتخاب شده از به عنوان نخست وزیری. مسئله به عنوان کودتا مطرح نبود. حالا فکر کنیم در اثر تبلیغات عام ماجرا این اتفاق افتاده و ماجرا رو به این صورت نقل کردن که مسئله کودتا است. چرا میبایست این ماجرا رو بزرگتر کرد، یک تریبون داد به آقای مصدق، مرد سیاستمدار باهوش با تجربه قدرتمند با قدرت حرف زدن حیرت انگیزش در مقابل سرلشکر آزموده که اصلا کار حقوق نمیکرد، که تا این نشون بدهد که چقدر موضوع اهمیت داره از نظر مملکتی. و این اشتباه بزرگ، اون انتخاب، این انتخابات، این محاکمه زخم عمیقی شد که هنوز که هنوز است ما ازش رنج میبریم. خب اگر که بخوام مفصل صحبت کنم میشه بازم بیشتر صحبت کرد، ولی حوصله شب رو باید در نظر گرفت. اشتباه دوم رژیم گذشته اعدام دکتر فاطمی بود. در اون زمان به هر حال اتفاق افتاده بود و به دلیل سوءقصدی که شده بود به فاطمی بر سر گورستان محمد مسعود، یک حالت مظلومیتی به دکتر فاطمی داده بود و دکتر فاطمی بعد از این هم که ماجرا دستگیر شد و فرار کرد و چندین بارم شایعه کشته شدنش هم به وجود آمد، بعدا پنهان شد در خانه یک افسر حزب توده ایران به نام سروان محسنی و بعد دستگیر شد و محاکمه شد و محکوم شد به اعدام. این محاکمه خوب هست یا بد اون رو بذاریم کنار، ولی بدون هیچ تردیدی رأی داد شده غلط. دوستانی که با حقوق آشنا هستن میدونن که وزیر رو نمیشه به طور طبیعی و معمولی و که عادی هستش محاکمه کرد، حتما باید محاکمش از طریق دیوان عالی تمییز باشه. در مورد آقای فاطمی این کار نشد.
و دیوان عالی تمیز رو برای دادگاه در نظر نگرفت. برای اینکه یک وجه قانونی بهش بدن، گفتن که آقای دکتر فاطمی به دلیل اون چی که در این سه روز از 25 تا 28 مرداد انجام داده است محاکمه میشه، و جرمی هم که بهش دادن گفتن که مخالفت با رژیم شاهنشاهی است و سعی میکرد که رژیم رو برگردونه. حالا از نظر محاکمه نسبت به دوران وزارت او خب چیز خوشی نشون داد رژیم و محاکمهش نکرد. اما بابت این سه روز چرا رأی درستی نیست؟ به این دلیل رأی درستی نیست که ما در دوستانی که حقوق خوندن این موضوع رو بهتر از من میدونن، وقتی که ماجرا و جرم شروع شده ولی به هیچ نوع نتیجه‌ای منتج نشده، در محاکمه نص صریح قانون این هست که شما به کمترین مجازات محکوم شید. اگر که فرض کنیم که واقعیت درست است و دکتر فاطمی واقعا قصد داشت از که رژیم شاهنشاهی رو بر بیاندازه، طبیعی که این کار مقدمات لازم داره. شما بایستی که اول مجلس بدید، یه مجلس مؤسسان تشکیل بدید، بعد مجلس مؤسسان رأی بدهد به تغییر رژیم، بعد رفراندومی بشود تا اینکه نتیجه رو به اطلاع همه برسونن، بعد از اینکه رأی گرفتن دوباره رفراندوم دیگری بکنن و ببینن چطور میشه، و بعد مقدمات کار رو فراهم بکنن، قانون اساسی جدید رو بیارن به کار و و و و و یک پروسه بسیار طولانی است که اگر اتفاقا بخواد یه انجام بشود مدت طولانی انجام خواهد شد. اون چی که خمینی کرد با این فرق داشت، چون خمینی این ماجرا رو به عنوان نتیجه یک انقلاب میدونست، در حال که اون موقع هنوز انقلاب نشده. بنابراین حد اعلای مجازاتی که میشد در این مورد برای آقای دکتر فاطمی در نظر گرفت عبارت بود از 3 سال زندان. 3 سال زندان حد اکثر بود و نه اعدام. خب به هر حال اوضاع طوری بود که نمیشد کاری کرد و این هم اشتباهی بود که به عنوان اشتباه دوم. من سعی می‌کنم خود خلاصه تر بگم که وقت برای همه صحبتم باقی بمونه. سومین اشتباه از نظر من اعدام افسران توده‌ای بود. اعدام افسران توده‌ای، اولا این رو بگم که تشکیل یک تجمع مارکسیستی در ایران به اونجا قانون ممنوعه، هنوز هم ممنوع است، در دوره اینها هم ممنوع است، در تمام دوران سلطنت هم ممنوع بود، بخصوص در داخل ارتش. بنابراین اگر که یک چنین تجمعی از طرفداران مارکس در داخل ارتش پیدا می شد و کشف می شد، در تمام رژیم های گذشته از آمریکا گرفته تا فرانسه تا روسیه تا چین، هر جای دیگه این اتفاق می افتاد، افراد رو محاکمه می کرد. منتها روالی که انتخاب شد برای تنبیه این گروه ها، یعنی اعدام، به نظر من یه خود سیادی بود. حالا دلیلش هم بهتون عرض میکنم. شما بدونید که این به عنوان اکوته دارم میگم، مطبوعات دنیا دست چپی هست،
به طور کلی، حتی در ایران، حتی در کوبا، حتی در چین، حتی در آمریکا، در همه جا دست چپی هاست. و وقتی که این عده رو دستگیر کردن و محاکمه شدن و در سه گروه اینها رو اعدام کردن، عکس‌های عمل بسیار تندی در دنیا داشت، به طوری که حتی روزنامه های بسیار بزرگ و عمده دنیا تیتر اول خودشون انجام گذاشتن این رو که این یک آدم کشش اعدام شده است بدون دلیل. بدون دلیل نبود، قطعا در هر جامعه‌ای، در هر کشوری همین مجازات رو در نظر می گرفتن. ولی اون زمان، در زمانی که این محاکمه انجام شد و سه دوره آدم ها هم اعدام شدن، باید گفتش که یک کمی بی‌لطفی شده است. آقای رادمنش، دبیرکل حزب توده ایران، در خاطرات خودش یک نکته رو اضافه میکنه که به نظر من خیلی جای تعمق داره. میگوید که وقتی که من اونجا، یعنی وقتی که ایشون دبیر کل حزب توده در روسیه بود، هیئت نمایندگی ویتنام آمد به مسکو و طبق روال تمام دیپلمات‌های دنیا یک مهمانی از طرف دولت روسیه برگزار شد به افتخار این عقیده و جزء مدعوین چه خیلی از بزرگان خود روسیه شوروی، دبیر کل تمام احزاب کمونیستی دنیا رو دعوت کرده بودن به این مهمونی، از جمله آقای رادمنش. آقای رادمنش میگه اون روزایی بود که، یعنی خاطراتش میگه که روزایی بود که مرتب اعدام ها انجام میشد و همه ناراحت بودن، به خصوص ما در حزب توده مسکو که آمده بودیم اونجا کار میکردیم، خیلی خیلی ناراحت بودیم از این ماجرا. من هم اون شب در اونجا، گرچه به دلیل موقعیت خاص خودم حاضر شده بودم، ولی بسیار ناراحت و اندوکه. میگه در همین موقع رئیس نمایندگی هیئت ویتنام اومد پلی من، اومد پلی من و گفت رفیق رادمنش چیه تو، چرا اینقدر امروز دلخوری ناراحتی؟ گفتم که خب به هر حال ناراحت کننده است برای اینکه 600 تا دون افسری که ما در ایران حزب توده برخورش تدارک دیده بود لو رفت و شروع کردن اعدام کردن، تا الان سه دوره اعدام خواهد شده است و اعدام هم ادامه خواهد داشت. گفت رئیس نمایندگی من گفتش که گرفتاری که فقط همینه دم بده. گفتش که شما بدونید که با وجود اینکه ما در حال جنگ با آمریکا هستیم در ویتنام، اما شبکه ها و تونل های خودمون رو برای اطلاع رسانی و گفتگو با آمریکا باز داریم. بنابراین شما مطمئن باشید ما گزارش میدیم و بهشون اطلاع میدیم که از این لحظه به بعد اگر باز هم از افسران توده اعدام بشن، ما به همون تعداد از افسران اسیری که از آمریکایی ها در ویتنام گرفتیم اعدام خواهیم کرد. من با حیرت نگاه کرد، واسه تصورش نمی کرد. با رفت و ماجرا تموم شد. نکته بسیار جالب عبارت از این استش که واقعا اعدام ها تمام شد، یعنی بعد از اون سه دوره دیگه انتقام نشد. بنابراین واقعا در ارتباطات که داشتن به نتیجه های مطلوب خودشون رسیده بودن. بعد از این ماجرا اعدام ها متوقف شد و بعد از اینکه متوقف شد، شاه محاکماتی رو انداخت، یک عده‌ای را خب طبیعتاً بخشیدن،
یک عده‌ای به زندان‌های کوتاه و بلند محکوم شدن و ماجرا تقریبا تمام شد. من چرا گفتم که این اشتباه بزرگ بود؟ برای اینکه این گروه 600 نفری افسران حزب توده همشون از بهترین، باثبات‌ترین، پاک‌ترین و وطن‌پرست‌ترین افسران ارتش بودن. شما یک مشرب سیاسی خاصی رو ترجیح داده بودن و دنبال اون رفته بودن. یک نکته بسیار جالب اینه که بعد از اینکه رژیم گذشته سقوط کرد و انقلابیون اومدن، از اون 600 نفر افسران توده غیر از اون 18 نفر مثل که اعدامی ها، باور نمی کنید فقط یک نفر از چیز جدا شد، از ارتش جدا شد، یعنی ارتش که اومده بودن بیرون و رفت و با انقلابیون همکاری کرد، از بین 582 نفر. خب نشون دهنده این هستش که اینهایی که اعدام شدن اگر اونها هم زنده میموندن همین راه رو انتخاب میکردن. آقای خانم پژوهش، این دوست مشترک ما رو، خانم فضل اللهی رو، شمسی فضل اللهی رو میشناسن. ایشون هنرپیشه بسیار بسیار خوب رادیو بودن و در اغلب نمایشنامه‌هایی هم که من نوشته بودم شرکت کرده بودن. پدر ایشون سرهنگ فضل اللهی تنها افسر توده‌ای دستگیر شده و آزاد شده‌ای بود که پیوست به انقلاب، حتی یک نفر دیگه. البته موضوع عبدالکریم عمویی یک نکته دیگری است که من دلم نمیخواد دربارش صحبت کنم، چون الان ماجرا دیگه تمام شده، اونم آزاد شده و سنی هم ازش رفته. به هر حال موضوع موضوع خیلی خاصی است در مورد عمویی. به جز عمویی که به اینها پیوست، فقط و فقط فضل الله. ما گروه عظیمی رو بیهوده محکوم کردیم و عکس العمل بسیار بدی بخشید در دنیا. بهتون گفتم مدیای دنیا دست چپی هاست و اینها این کار رو ادامه دادن، تحریک کردن. آقای لاجوردی رفتن فوتبال بازی، والیبال بازی نه به من گفته بود. و اگر که تمام اون افراد هم بخشیده می شدن، به جز اینکه عکس العمل خیلی خوبی در جامعه نیزاد، هیچ ضرر هم نمی کرد. برای اینکه گفتم بهتون از 582 تا افسر توده‌ای فقط یک نفر رفت و اونجا گرچه خب من مثل که وقت میتونم دو تا یه خاطره خیلی جالب بگم از یکی از این افسرهای توده. اون موقعی که هنوز اینا دستگیر نشده بودن، من یه روزی رفته بودم امیرآباد مهمان یکی از دوستان. بعد از اینکه ما نهار خوردیم و با هم صحبت کردیم فلان، ناگهان هیاهو برخاست و گفتن که از طرف پلیس اومدن برای بازرسی و ببینن که کیا اینجا هستن و موضوع چی هست و از این حرف. این دوست من که من مهمان او بودم، که بعدشم قاضی بسیار خوشنام و مهم میشد و برادر آقای مفتون شاعر بسیار معروف است، این به من گفتش که خب ما که اینجا هستیم و ساکن امیرآباد هستیم، برای ما گرفتاری نداره.
اما تو از خارج اومدی؟ گفتم خب آره، حالا من چیکار کنم؟ گفتش برم ببینم چیکار کنم. من تو با یکی دو نفر مشورت تکی کرد و اومد به من گفتش که اینجا یه انباری هست تو همین ساختمون دانشجویان که چون کوچیک هست کسی رو اونجا را نمیدن و به هم دلیل حالت یه انبار در اومده، ما میریم تو رو اونجا قایمت میکنیم. و رفتن و از اون خب میدید اون موقع اصلا حزب توده یه حالت خاصی پیدا کرده بود، کسی پنهان نمیکرد. رفتن و از اون مسئول حزب توده امیرآباد خواستن، اونم به فراشا گفت و اینا کلید اون انبار رو پیدا کردن، در رو باز کردن، منو کردن توش، درم بستن. درم بستن، این چون برای سربازه ساخته شده بود، سقف نداشت، یعنی تمام اتاقک ها تا مثلا دو متر دو متر و نیم دیوار داشت و سقفش آزاد بود. چون خبر اومد که پلیس ریخته تو امیرآباد، هر کس که هرچی اعلامیه و روزنامه مردم آفلای نفا بود می آوردن از اون بالا می انداختن تو انبار اونجایی که من لیست دادم. بنابراین بعد از یه مدتی تمام سطح این انباری کوچیک یه جایی بود که مثلا تقریبا این حدی پر از روزنامه و اعلامیه و این حرفا شد و من واقعا دچار وحشت شده بودم و نمیتونستم چیکار بکنم، کاریم از دستم بر نمی آمد. خب در همین موقع پلیس هم رسیدن اونجا و گشتن به اتاقه رو فلای نفا رو من میشنیدم اونجا، گفتش که خب اینجا کجا هم اونجا یه انباری شیست اصلا نیستش. گفتش که ما کلیدشو میخواییم، ما نداریم آقا، این بر اون بر این بر اون بر. بالاخره دیگه مجبور شدن کلید آوردن و این افسر شهربانی یه سفان یکی بود انداخت و در رو باز کرد. فقط خودتون نمیدید به توی جای من که من توی یک بحبت اینجا سرپای استادم و تمام زمین به ارتفاع نیم متر پر از روزنامه مردم و بیانیه ها و فلان و فلان همه این افراد. این افسر پلیس در رو باز کرد، من دید که دارم پوچه میکنم و همین الان ممکن ده دقیقه دیگه من سکته کنم، باور نمی کنم. گفت اینجا هم که کسی نیست، کشید بودم. جنرازیته. خب من فکر کردم که این افسر دلش به حال من سوخته، برای اینکه من واقعا در خواهد مرگ بودم، مرگ یا مرگ، یعنی نمیدونم مثلا در چه. بعدها که چیز شد، افسرها رو گرفتن، عکس این آدم رو من دیدم که جزو همون افسر یکی دو برخورد دیگه هم من با این ماجراها داشتم، ولی برحال آدم های بسیار شریف، بسیار پاک، بسیار وطن پرست، بسیار دوست داشتنی، در واقع پابند. یه نمونه دیگه شم باشی تعریف بکنم براتون. ما رفته بودیم احتساب کارگران کره بازخونه رو برپا کرده بودیم و موفق شده بودیم و داشتیم رفته بودیم اونجا جشن بگیریم و فلایت بار ریختن و ما رو گرفتن و بردن به شهربانی. ما هشت نفر بودیم، هشت نفر یا نه نفر که بسیار ایده بسیار زیادشون هم موردن. فکر کنم من تنها آخرین بودم که اومدم اینجا برای اینکه شهادت این ماجرا رو بدم. به هر حال ما بردنمون به اون کلانتری دروازه قار و همه ما ها وقتی که اینجور جاها میرفتیم تمیز بودیم، یعنی هیچ چیز هم را داشتیم. یکی از اونها که بعداً شد رئیس سازمان برنامه ایران، یعنی شغل خیلی مهمی هم پیدا کرد، این یه دست از قبض‌های اعانه حزب توده تو جیبش بود. خب اومدن دو ماه رو گشتن، دو ماه که پیدا کردن چیزی نداشتیم.
اینو گرفتن. اینو گرفتن و اونجا نگه داشتن. رئیس کلانتری اومد و هم چیه فلان این افراد. بعد همه ماها رو نگاه کرد و اون پاسبانم گفت اینو پیدا کرد. برگشت بون رئیس لازمان. های مزخرف ها چیه دسته تو؟ جر 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 بارش. ولی از اینه آدم هم بعد وقتی که دستگی شد دیدیم جزوه افسران توده بودن. برها از این آدم ها خیلی زیاد بودن. من شهادت میدم که اینا پاک بودن. اینجا خودتون البته یک دو سه تاشون رو خودتون دیده اید. مثلا آقای دکتر روح الله عباسی که مترجم اینجا بود یکی از اونا بود. آدم بسیار شریف بود. شریف شریف واقعا. نون شب محتاج بود وقتی که دانشجو میرفتن چیزی برای ترجمه میداشتن میدادن بهش اگر پول نداشت واقعا پول ازشون نمیگرد. سوم این بود. چهارمی و به نظر من ننگین ترین ماجرا کشتن 9 نفر زندانی بود که زندان هاشون دشت روح تمام شدن بود معروف بودن به گروه جزنی. من هیچ کدوم از اینا رو نمیشناختم. فقط فکر میکنم یکی از اونها صاحب امتیاز روزنامه دانشجو بود که من از طرف اسکوپیوزه در اون قدیم منتشر شد. اونم مطمئن نیستم. اما از یک نظر دیگر یه اطلاع دقیق دارم. اون چی که افسانه که ساختن برای اینها عبارت از این بود که اینها داشتن فرار میکردن و مأمورین انتظامی زندان اوین مجبور شدن که اینها رو از پشت بزنن. خب اینو گفتن اونها که زندان اوین رو دیده بودن و این حرفا همه شون میگفتن که این حادثه دروغه، همچه چیزی ممکن نیست. البته بعضی از اون ماموران گفته بودن که بعضی هاشون نشستن زمین و گفتن که روبروی شما میشینیم برای اینکه اگر بزنید از جلو بزنید که معلوم شما در حال فرار نبود. ولی خب اتفاق افتاد. من چون این افراد رو نمیشستم فقط اصل ماجرا به نظر من اشتباه. اگر که شما میخواهید که دیرو نابود کنید در زندان نگرشون دارید، کسی که از شما حساب کشی نمی کنه برای چی را می کشه. ولی متاسفانه این کار رو کرده. اون اتفاق خوب که گفتم رخ داد در مورد من عبارتم ایست که من خودم در زندان اوین زندانی شدم بعد از انقلاب. و خب این چون داستان رو شنیده بودم میگشتم اطراف رو ببینم که آیا واقعا امکان این که آدم بخواد فرار کنه از اوین وجود داره یا نه. شهادت نمیدونم اصلا امکان نمیدونم. شما در زندان خودتون که اسید برن که فقط به محبته بیایید بایستی از 4 قفل رفت از 4 قفل و بعدش در اون محبته هم دائما پلیس در حال گردشه. اصلا امکان نداره که یک کسی یک کمچه اتفاقی رو بتونه بکنن و فرار کنه. اونجا ما یه سردشگری داشتیم، سردشگری نوزری بقا که آدم بسیار شجاعی بود و اونجا بود. این 2-3 بار سعی کرد که فرار کنه و بعدش هم خودش آمد گفتش هستن امکان فرار کردن نداره. حالا فکر کنید که موقعی که ما در زندان بودم یه مش از این لات لوت ها بردون در روزنامه فروش ها و روزنامه خراب ها از این بساط بفروش ها و اینا بودن که اداره می کردن زندان اوین رو. چه برسد قبلا که یک عده آدم های فهمیده با شعور متبحر در کار خودشون تعلیم دیده با تجربه اونجا بود که اصلا نه امکان نداشت که بتونن همچین کار بود. آخرین قسمت که میخوام بگم چون احساس میکنم که آقای
رحمت مجلسی دو دفعه خمیازش رو فرو داد. من دلم واقعا بارش بود. هیچ وقت خوشم نمیدونم که کسی خمیازه بکی شبای مجلسی. آخریش رو میخوام بهتون بگم. ماجرای خسرو گلسرخی است. خسرو گلسرخی یک از اشتباهات مضحک رژیم گلسرخی. برای اینکه من اولا خسرو گلسرخی رو خیلی خیلی خوب میشناختم. خیلی خوب. برای اینکه اون موقعی که من همطور که خانم انزلیکی گفتم مسئولیت داشتم در روزنامه آیندگان، این اون چه کار میکرد؟ دائماً هم با من کار میکرد. پسر بسیار خوبیم، بسیار خوب بود. و از اون مهمتر بگم که در ازدواجش با خانم عاطفه گرگین یکی از شاهدان من هستم مثلا در ازدواج. یعنی ما خیلی با هم نزدیک بود. این آدم اصلا این کاره نبود. به زور از این شاعر دوست داشتنی مطبوع خوش صحبت باسواد یه دونه قهرمان بیهوده ساخت. بهش فرصت دادن و اهل این کارا بود. یعنی یه خودی که حلش میدادی شروع میکرد به حرفای عجب دادن. اینا حلش هم دادن در دادگاه هم صحبت کردن. گفت من نماینده امام حسین هستم و علی رو انتخاب میکنم از این حرفا. بعد هم اعدامش کرد. از همبندی هاش اینجا هستن کسانی، حالا اسمشون نمیبرم شما قطعا میتونید. اینا به من میگن که اصلا اهل این که چنین کارهای انقلابی بکنن در وجود این آدم اصلا نبود. و تمام تصورشم این بود که همونطور که قبل از او هم خیلی ها رو بخشیده بودن، این را هم خواهیم بخشید. ولی حالا نکردن این کار رو. محاکمه کردن. محاکمهش از تلویزیون پخش شد. اولا به این حالت قهرمانی عجیب قریب داد که این آدمی بود که در خورندش بود. یعنی دوتا دونه فوت که میکردی باد میکرد. و متاسفانه اون موقع من در انگلستان بودم، در ایران نبودم و خیلی هم از شنیدن ماجرا قصه خوردم، چون واقعا میدونستم که اهل این کار را نیستش. این هم بزرگترین اشتباه بود. حالا چون یه همه خسته هستن، حتی آقای پروفسور عزیزی، من ماجرا رو تمام میکنم و میخوام یک بار دیگه هم این رو تأکید کنم که هیچ کدوم از این اشتباهات باعث سقوط رژیم نگذشت. در تمام دنیا از این اتفاق ها میفته. این اشتباهات اشتباهات طبیعی انسانی هست. شما ممکن است که آدم دهرم باشید ولی گاهی ممکن است اشتباه کنید. کشورهایی وجود دارن که به مراتب بیشتر از ما از این ظلم ها کردن. ما اینطور نگم. یک عبارت هم تم بگم و صحبتم رو تمام کنم. و اون عبارت از این استش که تا وقتی که یک نفر سر کار هست شما حق دارید سعی کنید نقاط ضعف این آدم رو پیدا کنید و بهش حمله کنید. بخصوص در کار سیاست و در کار اجتماع. اما وقتی یک نفر مرد، این آدم از اون آلت انجام کار خارج میشه. میشه یک شخصیت تاریخی. و شخصیت تاریخی رو نمیشه روی این اشتباه و اون اشتباه و اون اشتباه قضاوت کرد. شخصیت تاریخی رو با بیلان در نظر میگیرم و بر اساس بیلان در بارش قضاوت میکنم. ولی خب این اشتباه ها در رژیم گذاشت اتفاق افتاد. ولی یادتون نره
در رژیم گذشته وقتی در سال 1320 شاه زمام امور رو در ایران گرفت، در ایران یک دانشگاه، و وقتی که رفت با 98 دانشکده و مدرسه و دانشگاه داشت. وقتی که ایشون زمام امور رو در ایران دختی گرفت با قیمت دلار ثابت درآمد سرانه هر ایرانی 30 دلار بود، و وقتی ایشون ترک کرد ایران رو ما سرانه درآمدمون 2070 دلار بود. قضاوت درست اینها هست در باره شما. در دور افتاده ترین دهات، آقای دکتر اخبار اینجاست و در دوره خدمت نظافت سیفش در خاش و اونورا کار کرد، در تمام مدارس به بچه ها غذا میدادن، موز میدادن، شیر میدادن. آقای مجیدی، کسانی که دوستش هستن از جمله استاد دکتر مینا، میدونن در ایران داشت به این سو میرفت که هر ایرونی فقط به دلیل اینکه سجل ایرونی در جیبش هست باید حداقل پروتئین به بدنش میرسید. دکتر مجیدی بارها تعریف کرده بود که چجور داشتن مقدمات این کار فراهم میکرد. ما یک مملکت محترم داشتیم در دنیا، ما ایرونی ها محترم شده بودیم. بارها در خارج به من، به خود من گفته بودن که آقا ما شما رو با مثل بقیه کشورهای خاورمیانه اصلا نگاه نمی کنیم و قضاوت نمی کنیم، میدونیم که ایرونی چیز دیگه هست. تا این مدیون رژیم بودیم، مدیون اون چیزی بودیم در این مملکت اتفاق می افتاد. البته که اشتباهات کرده، شاید من یک ادرش رو گفتم، شاید شما بیشتر بدونید، ولی اشتباه فرق میکنه با اینکه یک کسی تمام کارش اشتباه باشه یا اشتباه هم کرده باشه کار درست هم کرده باشه. ما در اون منطقه، در منطقه خاورمیانه، یک مملکت محترم بودیم. تمام کشورها میومدن نظر میگرفتن، حتی قوی ترین کشورها. ما یادمون نره که وقتی که اعلیحضرت فوت کردن و در قاهره تشییع جنازه میشد، بزرگترین رئیس جمهور کشور آمریکا آقای نیکسون اومد در تشییع جنازه شرکت کرد. اصل ماجرا اینه، وگرنه اشتباه دو نفر رو مدت بیشتر کتک زده باشن، بیشتر کمتر کتک زده باشن، اینا گذره هست. شما الان وقتی که قضاوت میکنید در باره امیر کبیر چی میگید؟ میگید مرد بزرگی بود و اصلاحات میکرد. همین امیر کبیر خب بابی ها رو به گله بسته، کشته. همین آدم در مورد اختلافش با مهدی اولیا بی سیاستی مطلق رو بکار کرد، ولی کسی به اینها اشارت نمی کنه. برای اینکه امیر کبیر، امیر کبیره به خاطر کارهای خوبی که کرده. من از آیره هم فراوانم، بخصوص این دوره گذشته. دوره گذشته به این دلیل که ما هممون به چشم دیده ایم. من بچه پسر یک معلم درجه هفته ته دخوز آباد بودم، هیچ کسی به من کمک نکرد، تونستم بیام بالا. چرا؟ برای که جامعه میپذیرم، جامعه کاری به سابقه من نداشت، خانوادم نداشت، لیاقت من رو برمیداریم، گفت آقا این لیاقت این کار رو داره، خیلی خوب این کار هم بود. اگر واقعا حوصله کنم، حوصله میخواد، این داره در باشگاه خانم پژوهش راجع به علل سقوط واقعی رژیم. Mersi.
من یه سوال ازت میخواستم بپرسم. شما میدونید مؤسس برای که دختر نظامی بودم، شما میدونید مؤسس مثلا کمونیستا یا حزب توده در ارتش کی بوده؟ حتما میدونید. حالا من براتون اولش آقای روزبه و آقای دنسر، اینا دوتایی اولی کسایی هستن. البته خب سیامک و مباشر چیز تا اونجایی که من خاطره که پدرم نظامی بودم، سرهنگ آذر بوده. سرهنگ آذر به خاطرتون است، بکنم برادرش هم بعدن شدش وزیر در زمان مصدق، درست من اینو نمیدونم، ولی سرهنگ آذر وقتی که لو رفت این... پدر من که معاونش بود وقتی که لو رفت این داستان ها که بدید، پدر من هم پیشنهاد کرد که تو که کمونیست بشه، بودم بکنم نه من این کار نمیدونم. وقتی که لو رفت اینا فرار کرد رفت روسیه و بعد از سالها اتفاقا یادم دو سه سال قبل از انقلاب تقاضا کرد از اعلی حضرت که اجازه بدن بیادش بیرون برای مردن و اعلی حضرت اجازه دادن. بله خواستم ببینم که شما هیچ فامیل آذر سرهنگ آذر میدونم که عاشق خانم مریم فیروز شفاهم بود و اختلافشون با آکیانویم و سر همین ماجرا بود. من البته خب میدید من خدا نمیگه زنم اجازه نمیده دیگه عاشق کسی بشم استواج نکردون یک از کارهای دائمی عاشق شده بودنم من عاشق شدن رو خیلی دوست دارم. پرسش از ما سپاسگزارم. میخواستم دو چیز دکتر بگم. اول اینکه شما این که از توده‌ای در خودتون برگشتید و بعد از رژیم سرطرزه دفاع میکنید کامل کار شما از خیلی خوب اینا بخش نخست شما با شما موافق هم من در باره توده‌ای ها گفتید در باره برکرانی مصدق و اینا، ولی من تعجب میکنم که مثلا با آمدن کیم روزولت و خرج 10 میلیون دلاری و صابون بیبخ و اینا هنوز نمیخواید بگید که این کودتا بود. خب این نظر شماست. از اینکه شما درباره افسران توده‌ای 600 تا به نظر من کمتر که گرفتن و من باید زیادش که آشرا بودم توی مشکو کاملا درست میگید. انسانهای باشرف به دورترین اشتباهات دستگاه فعلایی این بود که اونم به دستور آمریکایی انجام شد. اینم قبول داشته باشید. بعد از چیزایی که توی ایران هم وجود بود، اعدام قاتلی، کشتن 9 نفر و چیزای دیگه هم شما نمیدونید و من میدونم چون منم از شما تو میتینگ های امید اعتصاب کودپس خوردهابیدا ایران بودم، منم توی ایران بودم. اینا رو نگفتی چون از شما از زیبایی و سلش از بختیارم که ده ها نفر غیر از گلستوپی دارا تو رو تخونه انداخت اونا هم چیزی نبود. خب بالاخره حالا برگردیم از اشتباهات بزرگی دیگه ایش ما سخن نگفتید. همه اینا به نظر من مهم بود، درست هم بس کنید. این اینا اساس سرنگونی رژیم پهلوی نبود، اساس سرنگونی آخر شاه اول بیمار بود. دوم اجازه میدید دوم این که شاه اومد اصلاحات ارضی کرد. اصلاحات ارضی تمام زمینایی که این اربابا و کدخداها و خانها دستشون گرفت داد و انسانهای افراد این افراد امکان نداشتن که اینا رو به کار بندازن کشاورزی بکنن. این بود که ماست توده زیادی از کشاورزای تنها زمین ها رو فروختن و اومدن تهران به دور تهران نشستن و ایده ها بودن که اصله به دست گرفتن. نه سوالی بکنم من تموم میکنم. اینها بودن که اصله به دست گرفتن و با کمک خمینی و گلها رژیم رو تغییر دادن. شما از این صحبت نکردید. ببخشید. بله سوالتون پرسشتون سوال همینه. میخواستم بگم که توضیح اصلی شما مقدار زیادی درست بوده. اصل اساسی رژیم، سقوط رژیم
این اونا بودن که از زمین های خودشون دست برداشتن چون فروخته بودن اومدن تهران و دوره دوروبر تهران نشسته بودن پیدا بودن که اصله دست گرفتن در انقلاب انجام این هم یک فرضی هستن نه فرضی نیست ممکنم درست باشد من با این مخالف نیستم و فقط من دو سه تا دونه اشتباه رژیم گذاشته رو ذکر کردم و گفتم هم که این تنهایش نیست و گفتم هم که این اشتباه به چه کدومش باعثی سکوت نمیشه ما دلایل دیگه داره تا اگر که احیانا فرصتی کردم حوصله کردم درباره اونام صحبت میکنم آقای بختیار در کشتن خسرو گل سرخی هیچ نقشی نداشت چون اصلا اون موقع دیگه از کشته شده بود سر افتاده بود خودش کشته شده بود اون موقع بله میگم اصلا اون دفاع وقتی کنار بود و به هر حال اهم از اینکه بشه یاد کنه زشکی بودیم هیچ کس نمیتونه که امکان بکنه که کار زشتی بود اصولا کشتن به دلیل عقیده یه چیز خیلی بدیست من آقای دکتر منم همین رو میخواستم بگم شما چند سری کشتن رو به عنوان اشتباه بزرگ رژیم پهلوی گفتید ولی به طور کلی کشتن هم که الان گفتید کشتن هر گونه مخالف سیاسی اشتباهه من به امر به اشتباهاتی اشاره کردم که درش کشتن شما هر اشتباه دیگری رو میتونید نه منظور من اینه که همه این کشتن های سیاسی اشتباهه در نه فقط گل سرخی یا ایکس یا ایگرگ به طور کلی هر کی مثل شما فکر نمی کنه باید کشتش رژیم گذشته باور نمیداد شما اگر این از سال 1300 تا 1357 در دوران دو تا شاه مجموع اعدامهاش 539 بله میدونم زیاد نبودن به نظر من یه چیز طبیعی است این مقدار اعدام بله پرسش حالا چطور آقا؟ استفاده کردیم اعتقاد خود من شخصا اینکه بود که دوستان یه خود بلند من پیر شدم خود من از این اشتباهات تاکتیکی که انجام شد که میتونید از زندان کردن امیر عباس هویدا هم جزش بکنید خود من عقیدم اینه که اشتباه اصلی عدم داشتن مدیریت بحران بوده که حالا یه سوالی که من دارم حالا پیش نمیپرزم شما این سوال میتونید جواب بدید ذهن من رو مشغول کرده در اون زمانی که شاهنشاه از کشور خارج میشد میدونیم که با شهبانو همه کارا رو کرده بودن وسایل هم فرستاده بودن و فرودگاه داشتن میرفتن و شما میدونید که اون موقع دکتر بختیار هم در مجلس بود و منتظر رأی اعتماد بود که حتی تو خاطراتی که تلویزیون صحبت میکنه شهبانو ایشون گفتن که تو فرودگاه قبل از سوار شدن هواپیما منتظر بودیم که آقای دکتر بختیار هم با هلیکوپتر نشستن و اومدن گفتن رأی اعتماد رو خب گرفتیم حالا سوال اساسی اینجاست مملکت الان خیلی آشوبه حالا یکی از دلایل مدیریت بحران همینه اگر آیا دکتر بختیار میدانست که حتما از مجلس رأی اعتماد رو میگیرد شاهنشاه عزم سفر کرده بود یعنی اگر اون روز مجلس رأی اعتماد به دکتر بختیار نمیداد به عقیده شما آیا شاه سفرش رو متوقف کرد به کاخ نیاوران باز میگشت یا نه ادامه حالا شما طوری صحبت میکنید که مثل از سوئیس حرف میزنید در ایران همه از اول میدونستن که چند نفر رای خواهد داد چند نفر رای نخواهد داد انتخابات یعنی چی؟ رای دادن یعنی چی؟ نه با حرفای حالا شانس هم بود دیگه یه دفعه شاید آدم ها دیده می شدن تو مجلس و رنگ اعتماد داده نمی شدن چون اشارتی کردید به هویدا من اینو بگم که آقای هویدا دو بار پیشنهاد سفارت شد
نه و اینو در خاطراتش هم نمیشه. من خوندم دو سفارت، یکی سفارت بلژیک و یکی سفارت آلمان. ایشون علاقمند بود که بیاد سفارت فرانسه، به نظر من اون را میدادن اگر اصرار میدن. ولی آقای هویدا، من 15 ماه مستقیم باش کار کردم، یعنی ایشون صاحب امتیاز مجله تلاش بود و من سردبیرش، یعنی دائما کار کردم. آدم بسیار با پرنسیپ بود، نمیخواست، میگو گفته دیگه، گفته که من اگه برم خیال میکنم فرار کرد، مونده. بعد حال بدهید وقتی که کار در یک مرچینین مرحلهی میرسه، تو شما درسته، باید یک کمیته بحرانی باشه که از مدت ها بر پیش کار کرده باشه، تمام زوایا رو بشناسه، به موقعش هم بتونی کاری بکنی. تمام کشورها یکم چنین کمیته هایی دارن، ما در ایران نداشتیم. نه بله، هنوز فرصت داریم برای پرسش. بله بله حتما. بله بله، آقای سهیل نامدارم تشکر بیارن، بله. چون بعد از پرسش و پاسخ ایشون ستار می نوازن. جناب یه سوال من می تونم بکنم؟ بله بفرمایید. جناب عزیزی، شما از اشتباه صحبت کردیم، من خیلی خوشحالم شما بدون درواسی تمام تاریخ سیاسی خودتم گفتیم خیلی روشن. به نظر من یه اشتباه از همین تک تک ماست، یعنی همون چیزی که صحبت کوچیکی من اشاره کردم، ما فرهنگ نقد نداریم، تاریخ نداریم و فکر می‌کنم همیشه تقصیر یکی دیگه است، یعنی خود ملت هم باید این وسط درگیر باشه، یعنی فقط یه شاه یا یه مسئول نیست. این تک تک ما یه ایرانی، تک تک ما یه ایرانی، ایران آزاد، اگه آزادیم خب باید آزاده باشه. چیکار کردی برای ایران؟ همون حرفی که کندی با آمریکایی‌ها زد، گفت که شما وقتی رفت دیوار برلین، گفت که اگه شما میخواین آزاد باشین، خب شما برای آمریکا چیکار کردید که من نکردم؟ یعنی این مسئله است که به نظر من یکی از اشتباهات اساسیش و تا امروز اینه که ما خودمون رو نقد نمی‌کنیم تو زمینه سیاسی هنری، نقد نداریم. و همونطور که شما اشاره کردید، فکر من همیشه سیاه یا سفیده. و این اشاره که دکتر شادروان بختیار هم می‌کرد در کتابش، یکی از مسائل اساسی اینه به نظر من که ایرانی ها خودشون باید مسئولیت خودشون رو قبول کنن و بدونن که باید از اشتباهات شخصی خودشون هم صحبت کنن بدون رو درواسی. این که ویکتور هوگو مثلا در 180 سال پیش میاد جامعه خودش رو نقد میکنه، 20 سال میره مهاجرت و میگه که برین، من به دوستان توصیه میکنم کتابش رو بخونن، میگه من فرانسوی هم ولی فرانسوی من فرانسه آزاده و تا آزادی در فرانسه به نباشه من بر نمیگردم و این کارم میکنه، 20 سال میره مهاجرت. وقتی میخونین راجب اعدام و کشتن شما صحبت کردی، ایشون از اولین کسایی بودن که اومدن یه ویزیونر که میگه همون حرفی که دکتر لایجی یک بار من زد و واقعا مغز من تکون داد، ایشون دکتر کریم لایجی دیگه صحبت کرد راجب لغو اعدام، میگفت که لغو اعدام چاشنی بمبه، شما چاشنی رو برداری بمبه دیگه منفجر نمیشه. اینکه ما باید یک روزی به خودمون بگیم که نباید بکشیم، همچون که خانم اشاره کردن نباید کسی رو بکشیم، مخالف ماست باشه باش صحبت میکنیم، جرمی کرده میری زندان، ولی کشتن کار انسانیت نیست، هیچ دولتی نباید قاتل بشه، هیچ شخصی نباید قاتل بشه. این چیزی که در تک تک ما باید بفهمیم خودمون باید. ولی احتیاج بریم به ساده مثل ویکتور هوگو در ایران که بیان تشریف دن. چرا ویکتور هوگو نامه می نویسه به نخست وزیر پرو، پرو کجا، فرانسه کجا، آقا اعدام نکن، به سوئیس، به بلژیک، و چندین نفرم نجات داد. یعنی یک مقدار این مسئولیت پذیری، این اشتباه از خود ماست، تقصیر شاه نبوده، همه چیز تقصیر نخست وزیراش نبودن، تقصیر مسئولین، تقصیر خود ما هم بوده که این فرهنگ رو نداشتیم که توی محیط آزاد و یک محیط واقعا درست بشینیم مبانی دموکراسی رو. حالا چه من با شما موافقم، منم مشروطه خواه سلطنت طلبم به عنوان این که ملی به شکل مثل سوئد، نه مثل کسی که بیاد همین درها رو ببنده. از 13 تا کشور دموکراتیک دنیا 11 تاش سلطنتی هم، ولی شاه فقط یه نماد ملیه، پارلمان دارن، روزنامه دارن، چپ دارن، راست دارن، چرا که نه.
اینو در آینده تعیین خواهد کرد ملت ایران، ولی واقعا مسئله اساسی این شکل نیست، نه شکل جمهوری نه شکل سلطنت. مسئله اساسی خود ماییم. آیا ما رسیدیم به آزادی؟ آیا ما خودمون آزاده ایم؟ بعد که بگیم شاه ما یا مسئول ما آزاده باشه. خیلی متشکرم. بفرمایید دکتر عزیز. گفتار من در یه جمله خلاصه میشه. بله. البته سواله. بله، پرسش بفرمایید. با گفتار شیرینتون در یکی از این جلسات توسعه و تجدد خانم پژوهش راجع به سیاست‌های خارجی فرانسه، انگلیس، آمریکا که باعث رفتن شاه شد صحبت خواهید کرد یا نه؟ این سوال من اگر حوصله بکنیم اونم خواهیم یه فاکتوره خیلی اساس مهمترین مسئله مسئله نه بله، پرسش دیگه هست؟ مرسی بهت. پرسش دیگه هست؟ خب، یک چند لحظه گوش میدیم به آقای سهیل نامدار. ممنون از خانم عزیزی به وقت وقت دادن در حضور این همه هنرمند بزرگی که هستن. یه قطعه هست از دستگاه شور گوشه شهرآشوب. باید جدت رو بزنم تا اندازه که حضور مجلس وقت Thank you.
زمان داریم برای پرسش و پاسخ. موشه شهر رنگ رنگ شهراشوب از شهراشوب توی خیلی از دستگاه‌های موسیقی ما هست، ولی ایشون شاید دفعه بعد یه ذره محکم‌تر بزنه، ولی قشنگ زد. شهراشوب خیلی دستگاه ما رقصه، در واقع یکی از رقصهای رنگای رقص دستگاه ردیفه. و شور معنیش تو همون دایره زمانی موسیقی ما به معنی طلب و جستجوه توی و هنگامش هم شبه، همین الان الان باید شور زد معنی کلاسیکش. زمان داریم من با یه آقای دکتر جراح، اسمش هم میگم من نیم زنده هست یا نیست، آقای دکتر محمد وفایی کتابی نوشتم را چه جراحی هست. این آقای دکتر بعد معلوم شد یه مرده موقع که لیست در آمد که افسر ارتشه، ایشون هم جزو افسران کمونیست یا توده‌ای در آمد، گرفتنش. ای بابا من باش کتاب نوشتم، ایشون هم آقای دکتر محمد وفایی جزو گروه جراحان مکتب عدل، چه کار کنیم نمیشه. رفتیم قسمت آقای پروفسور عدل که شما یه اقدامی بکنین، آقای دکتر وفایی جراح شاگرد شما بوده. ایشون رفت شاه رو دید، همون یه شنبه ها که با هم یا جمعه ها که با هم پوکر بازی میشد، یا نمیدونم چه بازی بود که با هم انجام دادن، رفت به دید و شاه از تقصیر محمد وفایی، دکتر محمد وفایی افسر نظامی توده‌ای گذشت. این نشانی است که شاه با وجود که خب قدرت نمایی میخواست بکنه، در مواردی هم صحبت دوستش که پروفسور یحیی عدل بود قبول کرد و دکتر محمد وفایی همکار من که با هم کتاب نوشته بودیم بخشید و از زندان آزاد شد. در حالی اونم افسر توده‌ای بود و میتونست اعدام بشه. پس این همچه جنبه ای هم شاه ممکن بشه. خیلی خیلی زیاد داشت نظرتون خواستم در این رابطه بدونم، چون که یک کتابی من دارم می‌نویسم قبل از اینکه هنوز تموم بشه چاپ بشه، خوشحال میشم شما هم نظر بدید. این کتاب من اینگونه نوشتم که یکی از اشتباهات این بوده که نمیشه هم ملی‌گرایی رو توسعه داد و همزمان مذهب رو توسعه داد. اینطور نوشتم، معمولاً توسعه ملی‌گرایی با توسعه مذهب مثل کلاژ و گاز میمونه. وقتی شما باید ماشین حرکت کنه، گیری رو فشار میدید، همزمان باید خودتون از رو گاز، از رو کلاژ بردارید، اگه ماشین حرکت نمی‌کنه. شاید یکی از علل هم این بود، همزمان که شما میفرمایید به درستی درست تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی زیاد داشته شد، اینقدر به مذهب اهمیت داده میشد و به روحانیت و شیعه‌گری و اینا. این دوتا رو نمیشه که یه مثالی هم درش آوردم که بودجه ای رو که تعیین کرده بودم برای برگزاری جشن‌های 2500 ساله، مدیر اون پروژه وقتی پروژه به خوبی تموم میشه که واقعا کار بزرگی بود که خودتون مستحضرید که باعث شد ایران خیلی شناختن، مدیر پروژه به صحبت‌های خودش بقیه بودجه ای که میمونه از اون میرن و میگن چیکار کنید. بعد شاه دستور میده که این بقیه بودجه رو مسجد آقای بروجردی در قم که در حال ساخت بوده تخصیص بدید به اون. حالا اینو میتونیم رفرنسش هم خدمتتون میتونیم بگیم. یعنی همزمان در راستای جشن‌های 2500 ساله برای گسترش ملی‌گرایی بوده، اما این بر نگاه کنید بودجه‌ای هم که بوده برای این مسجد. حالا اگر این درست باشه که حالا رفرنسش هم میشه خدمتتون اعلام کنیم، آیا شما نظرتون این نیست که اگر مانند رضا شاه، شاهنشاه هم یکم این پای از روی مذهب رو برداشت و آخوندها رو و مراکز مذهبی رو کم رنگ تر میکرد، اون موقع اینم یکی از علل اصلی اشتباهاتی که شد و باعثی؟ من شاید تفتون که در کشورهای جهان سوم که از جمله ایران، نقش مذهب نقش مهمیه به عنوان وجدان شخصی. شما اگر که بگیرید مذهب رو از جامعه، تعداد جرایم و اینا خیلی بالا میره. اون چیزی که مهم هست عبارت از این است که تمام کاری که تمام کشورها میکنن جداست. یعنی که
مذهب کار خودشو میکنه در کلیسا، حکومت هم کار خودشو میکنه. مسیحی ها این کار رو میکنن برای اینکه مسیح یک باری گفته است که اون چی که مربوط به تزار هست به تزار، به اون که مربوط هست به خدا به خدا. ولی معلومه این موضوع از این مهمتر این که شما چقدر طول کشیده تا فرانسه کشور اینطوری بشه؟ ما تازه شروع کردیم. اینطوری نبود که ما مثلا واقعا همه چیز باشد و تربیت شون خیلی قشنگ گفتن تربیت جامعه یا چیزی نیستش که شما یا تزریق کنید همه خوب بشن. نمیشه. جامعه باید به تدریج و اصول و چیزایی باشه. من یه دفعه سر یک کلاسی گفتم که مفهوم فاحشه خودش دچار تحول میشه. اون جوری که الان خانم‌ها تو خیابون را میرن، اگر در دوره ناصرالدین شاه را میرفتن میگفتن اینا فاحشن، ولی خب به تدریج تغییر هم تغییر رو به بهبود همیشه چاره نیست. ولی اون برها سب باید کرد، سب باید کرد. نمیشه، نمیشه. شما نمیتونید که مردم رو مجبور کنید. خب نمی کنه. شما ملاحظه بکنید اینایی که الان مثلا معتقدن که حضرت علی با مار و اشتها صحبت میکرد، اینا تازه که به دنیا نمیدن، اینا بودن. منطقه رفته بودن اخبت بدارید این که شمای روشنفکر مسخرشون میکرد. الان درست برعکسه، یعنی شما رو مسخره میکنه وقتی حرف میزنه. اونم ادامه میده. ما یه اشاره کردم، ما یکی از بزرگترین بدشانسی هم این بود که رضا شاه دو نسل نتونست بمونه. ما بر اساس جامعه شناسی شما که استادتر است بنده هست، یعنی من استاد هم و شما استادتر استاد این ماجره هستیم. بیدید که به هر حال یه دوره نسل وجود داره که الان ماسترش 25 سال میکنه دیگه بود، یا باید تموم بشه که اون آدم های نسل پیش یا بگیرن یا نفوذشون از دست بدن و اینایی که تازه هستن بیان. چون خود مثلا فرانسه، خود انگلستان، خود اینا هستن، هنوز هم هستن. من خودم به چشم خودم یه بار تو مترو دیدم که یک خانم راهبه نشسته اونجا، یک خانم اومده افتاد به پاهایی که من یه پسرم سرطان داره دعا کنید. گفته چشم دعا کنید. یعنی هنوز اون آدم معتقد است که دعا بیشتر از دوا میتونه نتیجه بده. دلیلش هم این است که به دعا دسترسی داره، دعا نداره، دعا جواب نمیده، دعا بعض وقتا جواب میده، جواب نمیده، هم مردم بیان کنید جواب. یک پرسش، بله آقای دکتر رفت من یک خواهش شدیم آقای دکتر. بنده فقط وقتی خواهشتون رو میپذیرم که خانومتون روی ماش کنید تا همون رو ماش بگردید. در خانه، در باشگاه خانوم پژوهش لطفاً بفرمایید که چرا با وجودی که حالا عواملی شد، هرچی شد، ما اونا شد که پس و پیشش رو پیدن در اینجا کاری نداریم، زمان کوتاهی، که چرا دولت شاپور بختیار که بیگمان در تاریخ ایران آزادی دهنده ترین دولت ها بوده، چرا با وجود این باز مردم به بابا سنگ و خراب کرد؟ هنجام به دستش رو حفظید؟ نه جان سیاه حفظ چیه؟ من میگم دو نصر، دو نصر قردن پنجاه ساله شما باید حدیده ایش کنید؟ در اون زمان بفرمید، در باشگاه بفرمید. حالا اون موقع همینطور وقتی که رضا شاه رفت یکردم چادر سرشون کردم و یاد ما شده. این اگر دو نصر میموند دیگه چادر سرش نمیکرد.
ببخشید من در رابطه با صحبتی که آقا کردم میخواستم بگم که البته این تز من نیست، من به آقای دکتر میلانی که استاد دانشگاه استنفورد هستن در آمریکا، این که به طور کلی شوهرشاه خودش یک اشتباه، یکی از اشتباهاتش به نظر من اساسیش و به نظر ایشون یعنی اینه که خطر رو از طرف چپی ها میدید، با توده، حزب توده، هر فدایی نالندم اسمای مختلف داشتن و کلن شخص درست برعکس پدرش مذهبی بود، یعنی خطر رو از اون جایی که داشت درست میشد ندید، طرفی نگاه میکرد که متاسفانه و شخص رضا شاه ضد مذهب بود، ولی شاه محمد رضا شاه کلن مذهبی بود، برای همینه مثلا چرا پول رو دادن مسجد، برای که ته دلش اعتقاد داشت واقعا درست برعکس پدرش، و این من فهم کنم این یکی از اشتباهات اساسیش بود، یعنی من نه آقای دکتر میلانی حرفتون کاملا درسته، ولی باش دلیل دلیل شما ما 1800 کیلومتر با شوروی مرز داریم و شورویه که میخواد حمله کنه، میخواد ببنده، درسته، اون موقع همه میگفتن که تنها راه حل اینه، شما یعنی مذهب به مذهب بیشتر نفوذ پیدا کنید، حالا ولی دکتر جناب آموزگار این صحبتی که ایشون میکنه کاملا درسته، دکتر پرویز ثابتی که رئیس ساواک بود میگه که سال 54 ما به شاه گفتیم، ساواک به شاه میگه کتاب خمینی رو منتشر کنیم در 300,000 جلد که مردم بدونن این چه لاتعالیاتی رو داره میگه، به شاه این کار رو نکنه. رئیسی شما واقعا خیال میکنید بقای سرش کوچه شما اگر که رساله خمینی رو میخوند تغییر فکر میشوند و نمیده اصلا انقلاب نکرد، اون همون روشن بله روشن چرا بقال هم رفتیش؟ نه منظور اینه که صحبتی ببخشید یک جمله از ایشون میپرسن، این صحبتی که شما لای سفید کردین این یه راه روشی داره، این راه روش رو باید جا انداخت، من کاملا موافقم، من خودم شخصا آدم مذهبی هستم، اگه بخواین عمقم وجود منو بدین من مذهبی، ولی همطور که شما میگی مذهب جدا از سیاست، این مسئله که نه من مسلمان نیستم، من مذهب من چیز دیگه، بنابراین اون این جدایی مسئله مذهب از سیاست یه راهکردی داره که خیلی از کشورها بهش رسیدن، ما باید اونا رو یکی از اونا نقد خود مذهبه، اگه فردا آیت الله سیستانی در ایران پیدا بشه که بگه سیاست از مذهب جدایی، ما یکی از بزرگترین پیروزی‌ها رو داریم که الان دارن میگن خیلی آیات الله در قم، یعنی یه مقدار باید روی مثلا کار کرد که خود مثلا باید نقد بشه. آقای رئیسی ما ها به علت این که در یک کشور دموکراتیک زندگی میکنید یادمون رفته ایران چه جور شده، اصلا ایران تو اینا نیست، اینجا فقط من در طول این مدتی که اینجا هستم در 40 ساله یک بار دیدم در اون Temptation of the Jesus اون که نمایش میدادن یه حمله شد یک نفر مرد، شما غافلید که در ایران چند بار بهایی کشی شده حتی در اون دوران گذشته ما اون نمی که از اسفراد شاه بود نه سینمای قوم آتیش در این مرتا نیست چیز چی هست من اونایی هم که اعدام کردن اون کشته بودن تحقیق را زید ولی اصلا ماجرا این طوری نیست، یک ادعا آدم مثلا که اعتقادش رو اینا باور میکنن که حضرت علی با اژدها صحبت کرده، شما اصلا کار من نمیگم نمیشه کار کرد ولی چقدر اینجا زحمت کشیدن برای که تونسته این کار رو بکنن، ما تنها کاری که اگر رفتیم در ایران باید بکنیم این هستش که به مذهب احترام بذاریم بعضی از عرصه سیاست به کلی هست بشه برن تو مساجد ببخشید پرسش ها در کادر پرسش باشه لطفا سخنرانی کنید
کوتاه نباشه. آقای دکتر، معذرت میخوام، ما مثل که کاملا فراموش کردیم که توی اون کنتکست اون زمان، خب شما من جوابه، یکی دوتا فاکتور نبود، خود بهتر از من بود. چقدر دانشجو داشتیم ما در خارج؟ چیزی حدود 300 هزار نفر. اینا میومدن با منتلیتی امریکایی، فرانسوی، انگلیسی، درسته؟ یا با خودشون یه فرهنگی رو میبودن. و بعد کشورم ثروتمند شده بود. بعد به خاطرم هست که اصلا اون زمان یکی دو سه سال قبل از انقلاب فکر میکردن که اعلی حضرت بعد مثل پادشاه سوئد باشه، مردم آزاد باشن. یادمون نره یه معلم از همین و ما فکر کردیم که تمام آزادی و دموکراسی و همه چی باید داشته باشیم. ببینید یک دونه خانم معلم، یک خانم معلم از با 2500 تومن اونم میشد میبرد کجا؟ میبردش پاریس ده روز بودم. یه قصاب جیباش پره کنون میومدش کجا در هوتل به توی پیاسه پره. ببینید وقتی که پرسش اینه چرا ما هیچ نبیریم تو مسائل اجتماعی وقتی یه مملکتی کاملا بول مخصص به خاطر پول، همطور که خود علاوازم میگه عجله برای سیویلیزاسیون، بزرگتر سیویلیزاسیون از لحاظ کلتوره ما همه شکه. این شکارمون هیچ کار نکردیم روش که چقدر مشکله اسیمیلی کردن این فرهنگ‌های مختلف با فرهنگ ایرانی با پول جدید، پول یعنی پول زیاد سپاپوسی خیلی پول بخصمان شدیده. هیچ فقط میگن بله، ولی آخه کمان سر شاید این مسئله بحرانه. یه تئوری داره که بعضیا میگن که شاه تون میرفت. خودش ایشون گفته. خودش ایشون گفته. ببخشید. بله همه در قدر پرسش باشه. ارادت من خواستم. یه چیزی الان فهمیدم که البته جناب دوست بسیار عزیزم این مطلب رو مطرح کردم که جشن‌های 2500 ساله که مدیرش آقای عبدالرضا انصاری هنوز در خاطراتش و گفتارش تلویزیونی و همین وجود داره، هرگز مذهبی ها راجع به این پول پرداخت نکردن. پولی که آقای عبدالرضا انصاری جناب شفا اینجا فرزند اون برا همکار جناب عبدالرضا انصاری هستن اینجا، پولی که اون پرداخت شده به وسیله سرمایه داران ایران پرداخت بود. هیچ گونه پولی از ملت ایران یا از دولت یا خزانه پرداخت نشد. این گفتار آقای عبدالرضا انصاری مدیر این برنامه اشتباه اطلاع غلط به هم ندیم، چون این اطلاع غلط باعث میشه یه اختلاف فکر، یه اختلاف عقیده وجود بیاد و یه آینده. یه مطلبی دیگه هم فرمودی شما راجع به آقای بختیار تاییدیه یا رأی اعتماد. رأی اعتماد آقای بختیار از 12 بهمن سال 57 شروع شد، چون اون موقع حزب رساخیز منحل شده بود، دبیر کل این حزب رئیس مجلس شده بود، بنده هم اونجا حضورشون بودم. رؤسای کمیسیون های مجلس با چه جنجالی تصمیم گرفتن آقای بختیار رو به عنوان نخست وزیر به عنوان تمایل، رأی تمایل رو عرض از مجلس میکنن. اشتباهی مطالب رو میخوام این عرض کنم که این وجود داشت. اختلافات شدید یکی از مدعیان اون زمان آقای محسن پزشکپور بود به شدت و چرا ایشون نخست وزیر بشه من نشم. نه میبخشید فرصت خیلی ممنون از توضیحات، چون در حال آقای دکتر سیروس آموزگار رو خیلی خسته کردیم. شون دو ساعت برم یک دنیا متشکرم، سپاسگزاریم از ایشون، تشویق بفرمایید.